امروز چهارشنبه جو بایدن برای افتتاح اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا راهی ایالت کالیفرنیا می شود. رئیس جمهوری آمریکا امشب به وقت محلی سخنران افتتاحیه اجلاس است، اجلاسی که به تصمیم او رهبران سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوا و کوبا در آن دعوت نشدند. رئیس جمهوری مکزیک، همسایه جنوبی آمریکا، نیز دعوت به شرکت در اجلاس را رد کرده است. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. نشست سران کشورهای نیمکره غربی با بحث و جدل همراه بوده است. میزبان ایالات متحده، کوبا، نیکاراگوه، ونزوئلا را کنار گذاشت و گفت که این نشست باید اجلاس سران کشورهای دموکراتیک باشد. در واکنش به این مسئله، رئیس جمهوری مکزیک به همراه چند تن دیگر از رهبران منطقه اعلام کردند که در اجلاس شرکت نمی کنند. مارسلو ابروداد، وزیر امور خارجه مکزیک، در مقاله‌ای که سه‌شنبه منتشر شد، آمریکا را به اتخاذ استاندارد دوگانه متهم کرد، اما در گفتگو با خبرنگاران بر ادامه مناسبات گسترده با آمریکا تاکید کرد. من میگویم که روابط دو جانبه ما با ایالات متحده واقعا خوب است، بسیار گسترده است و روابطی است که در آن زمینه‌های روشنی برای همکاری داریم. رئیس جمهوری مکزیک از رئیس جمهوری جو بایدن دعوت دریافت کرده تا در ماه ژوئیه از واشنگتن بازدید کند. کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، با تاکید بر دعوت از رئیس جمهوری کشور همسایه جنوبی آمریکا، مکزیک، برای حضور در کاخ سفید در ماه آینده افزود که جو بایدن بر سر اصول تقویت دموکراسی ها هیچگاه کوتاه نمی آید. از عمده مسائل مورد بحث در این اجلاس رسیدگی به مسئله مزمن و حل نشده مهاجرت های غیرقانونی به آمریکاست. این موضوعی است که از کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری، خواسته شده است با آن رسیدگی کند و او در این زمینه دو سفر کوتاه به آمریکای لاتین داشته است. خانم هریس همچنین از تعهد بخش خصوصی به سرمایه گذاری میلیاردها دلاری در برخی از این کشورها خبر دارد. کامالا هریس در دیدار با مدیران کسب و کارها و کارآفرینان زن گفت طرحهایی برای زنان در گواتمالا، هندوراس و السالوادور برنامه‌ریزی شده تا آنها بتوانند از طریق گسترش خدمات اینترنتی و سیستم‌های پرداخت دیجیتال و سایر اقدامات صاحب مشاغل شوند و یا کسب و کار خود را گسترش دهند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.